Yo guys, how's it going on? How you doing? I'm حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه. کسب سفرلی از پیج گیم وای تی با یه ویدیو درد و دل دیگه. تو ویدیوی درد و دل قبلی که گوشتم بازدیده بدی نداشت. گفتم که من تصادف کردم برج پنج اولای محرم به کما رفتم به مدت یه هفته و نیم من تو کما بودم و موقعیتی داشتم که هر لحظه ممکن بود من بمیرم. وضعیت بدی داشتم. تو این چند وقته خیلی برام سخت بود مثلا هی دارو بخور از این دکتر به اون دکتر و سختی کشیدم، واقعا سختی کشیدم. حدود 3 ماه تو بیمارستان بودم و اتفاقایی که برام افتاد گذشت، خدا رو شکر به خوبی گذشت. اتفاقی هم برام نیفتاد، به خوبی گذشت و تموم شد. بعد در کل تو این اتفاقات، تو این چیزایی که افتاد، من یه چیزی رو فهمیدم که باید از زنده برای حتی برای زنده بودن خودم هم شکرگزار باشم. یه سری هستن میگن نه، زنده بودن حق ماه، چرا شکرگزاری کنم؟ ولی نه، واقعا زنده بودن یک نعمت. این که زندگی کنی، بخوری، بخوای، حتی بری دستشویی، هر کاری که حتی کار مسخره یا خنده داریم که در ذهنت میاد، واقعا باید برای شکرگزاری کنی. نمیدم این ویدیو رو خیلی چیزش بکنم عارفانه که مثلا بگم این کار رو بکنید اون کار رو بکنید، نه، ولی واقعا خدا رو شکر بکنید من چند وقته به اصرار خودم مامان بابا رو عید کشوندم اومدیم مشهد، مشهد مقدس پیش امام رضای عزیز، پیش کسی که اون من خودم در نظر اینه که اون کمکم کرد. وقتی هم مرده که نه خدا نگره، واسه هیچ خانواده ای اشتباه گفتم ببخشید، وقتی من حالم بد بوده تو بیمارستان بودم و حتی وقتی من تو کما، پدرم حدود 11 تا چیز میکشه، به قول گفتنی گوسفند میکشه و همه رو به قول گفتنی نظر امام رضا میکنه که میگه خدایا به قول گفتنی پسرم، حالا مثلا گیم کنه توی گلو نمیتونم بگم، نمیره. خیلی حرفه که شما دیگه اینقدر به حدی رسیده باشی از ناراحتی که واسه زنده بودن پسر، واسه ما زنده بودن عزیزترین کست تلاش بکنی، اصلا دیگه به جایی برسی که فقط نذر بکنی، بگی خدایا زنده بمون، خدایا خواهش میکنم ازت. و هیچ، خدا رو شکر گذشت. من میدونم که اینا همش برای امام رضاه، این هر سه نمازم رو میرم میرم تو خدا حرم میخونم، میرم این بر میرم اون بر، سعی میکنم اکثر اوقات تو حرم باشم. یه وقتی هم که وقتی هم میارم میام تو اینجا کافهشون رو یه لیوان قهوه، مثلا قهوه لاته موکاشون، لاته یه موکا که نه، قهوه موکاشون رو گرفتم که بد نیست. ببخشید بردم گلوم یه لحظه خوش شد. در صورتی که من تو موقعیت بدی بودم، خیلی موقعیت بدی بودم که و موقعیت هایی که خودم یه ذریعاشو یادمه، چون اونجوری که گفتم تو ویدیوی قبلی به من قرص ها و داروهایی میدادن که من اون موقعیت ها رو یادم بره. اصلا حافظه درستی من نداشتم تو اون 2 ماه و خیلی موقعیت بدی داشتم تو اون. هی دارم این جمله رو میگم ولی نه اینکه بخوام خزش بگم تو این ویدیو، دارم حرف اشتباهی نمیزنم، حرف درستیه. واقعا خدا خواست و شد. مثلا هر لحظه میگم مثلا یه ناراحتی خیلی عجیبی میاد تو من میشینه. من 3 ماه و 2 ماه و نیم حالا که من عکس به همه میگم 3 ماه بوده، اگر اشتباه نکنم 11 هفته توی بیمارستان پیامبران بودم سمت تجریش، اونو کمک کردن شد و من زنده موندم. من اومدم اینجا شکرگزار امام رضا باشم. لحظه‌ای که ما وارد حرم شدیم، همون اصلا من وارد زری اصلا نفت نزدیک حضری وارد حرم که شدیم، پدرم واقعا گریه کرد، زد زیر گریه، همونجا نشست
زمین رو بوسید و گفت خدا رو شکر الحمدلله که بالاخره تموم شد این قضیه. همین که اینجا تموم شد این قضیه، من راحت تر شدم. خیلی ها بودن که عذیتشون، حتی اون پرستاره شبانه روزی که پیشم هم بودن، یه آقا محمدی بود دستش درد نکنه، یه خدایا یک دیگه هم بود که اون خیلی درست یادم نیست، انشالله که هر جا هست زندگی خوبی داشته باشه و خودش بچه هاش کسی به این مشکل بر نخوره. فکر نکنم با اون سندش تو یوتیوب و اینا باشه، ولی اگر این ویدیو رو میبینه، آقا محمد دستت درد نکنه. چی ندارم بگم، من وقتی دارم که پدرم دارم نمیتونستم 24 ساعت کنارم باشم، بلخن رو باید به کارهای خودشون میرسیدن تا یه برو گفتن یه فرهجی بشه، نه حالم بهتر بشه. تو بدترین حالت من اینو بذارم روی میز، کنارم بودن هم پدر مادرم، همون آقا محمد. و من یه چیزی حالا دارم میگم، هم به امام رضا میگم هم به خدا میگم، خدایا من وقتی که هنوز هیچی نشده بود داشتم زندگی به اسم خود اسمشون بذارم مسخرهشون، یه چیز عادی یه سر رواله، بیدار میشم صبحونه میخورم میرم مدرسه کارامو میکنم میام خونه، دوباره اصلا وقت نمیکنم کاری بکنم، از خستگی میخوابم، شب بیدار میشم یه ساعت پیش بابامم میخوابم. یعنی من در روز مثلا شاید روز یک ساعت و نیم اینا وقت آزاد داشتم. من یک بار بیشتر زنده نیستم، هر لحظه ممکنه من بمیرم. من لحظه این اتفاق برام افتاد که منم مدرسه اومدم، مامانم گفتش که بیا بریم سمینار سمت قزوین کارهای ماشین رو انجام بدیم. همین که رفتیم روز عادی، من با لپتاپم برمی رفتم امتحان آنلاینم رو دادم، همونجا که رفتیم توی اون جاده تصادف کردیم و به قول گفتنی این اتفاق افتاد و یه کار بریم انجام بدیم تا قزوین 3 ماه طول کشید. یه قزوین رفتن ما 3 ماه طول کشید و من هنوز که هنوز اصلا دوست ندارم برم قزوین. یه چیزی حس بدی دارم، یه بغضی تو گلومه و اصلا نمیدونم، قابل توصیف نیست، دقل در ذهن من میشه گفتش که قابل توصیف نیست. و به قول بابام هر بام با هر بخوان میبینه یه ذره حالم افتاده است نشستم اینجا، میگه که کسرا میدونم حالت برای چی بده، هر لحظه خدا رو شکر کن. من همین الانش باید روزی 10 تا قرص مثلا کارما بازینه نمیدونم لیس کانتین که مثلا شربتشه اینا رو باید هر روز بخورم، یکی و نصفی صبح میخورم، شبش به قول گفتنی 7 تا 8 تا باید بخورم، شربتش هم باید بخورم. و مثلا من یه حالتی بودم که تشنج میکردم هی تو بیمارستان، دکترا و اینا میان یه کاری میکنن، میان دارویو میارن ببینن به اسم لیس کانتین. داروی لیس کانتین یه شربتیه که برای تشنج و کساییه که دوچار سندروم DNEFS میشن، DNEFS اگه اشتباه نگم اسمش پلاس DENFS ای اشتباه میگم، حروفش عجیبه. من اینا رو حتی مادرم رو ببینه ای بابا سر و صدا زیاد شد نمیم سستو چی جاربرقی یا مطرابه، اونا میان به من نیم سیسی میدن و من تشنجم قطع میشه. میبینن چقدر خوبه، من روزی 20 سیسی میخوردم، کم شد و من 5 ماه 10 سیسی میخوردم. به مدت 5 ماه من هر روز با 10 سیسی این شربت که واقعا خیلی لطفایی میکنم مزی گوه میداد، ببخشید اینجوری میگم انقدر بد صحبت کردم، واقعا مزی بدی میداد میخوردم. یه ذره اینا بخوردیم، حالا الان باز کمتر شد، الان رسیده به 3-4 سیسی خدا رو شکر حالم بهتره، مشکلی ندارم الان. ولی میگن اگر به استرسی وارد بشه بترسی، یا مثلا یه سری از جاها من نباید برم شهر بازی، یعنی جاها نباید برم، یعنی این استرسی یهو باعث میشه در آن واحد تشنج بکنی، حالت بد میشه. و اگه من یک بار دیگه تشنج بکنم
تشنجم تا آخر عمر با هم میمونه، حالا هر دارویی که میخوام بدم بدم. چیز عجیبی بود که احساس کنم یه ذرهش درست نیست، ولی این چیزیه که دکترها گفتن. دست اون دکترها هم درد نکنه که باز کنارم بودن، کمکم کردن و دیدن حال خوب و بدم و بالا گفتن. این دکترهایی که بودن مثلا این خانم بود، یه خانم دکتری آقای دکتری بودن که همیشه کنارم بودن، یکیشون برای مغز و اعصاب بود، یکیشون هم برای نورونای مغزی و این حال بدم بود. آقای دکتری که کارش تموم شد گفتش که هی ناامیدی، هی امید نمیداد به آدم، گفتش که نه این مشکل رو تا آخر عمر این نداره. ولی خانم دکترت خیلی بلد، به قول گفتنی، به قول ما، به قول علانیا، خیلی سرش میشد. همین که خیلی سرش میشد یعنی میتونست به بقیه به قول گفتنی بفهمه، بگه که مثلا این مشکل رو داره، با این دارو خوب میشه. و واقعا هم خوب میشدم، وقتی من اونا رو میخوردم حالم واقعا بهتر میشد. در صورت که اونم گفتن همون شد، در صورت که همین هم خواستم بگم من آدم یه مسافرتی، آدم راسان رضوی یا همون بقول گفتنی مشهد، تو هتل مشهد، تو هتل مشهد هم اگه خواستید بیایید، نه برای دیدن من، فردا میرم کلن برای اینا خواستید بیایید خیلی خوشحال میشه. من تا پنجم و سمت قزوین بودم، خاطر این مادرم دوست داشت بره اونجا رو ببینه، میگفتش که چیزای دیدنی خیلی قشنگی داره. دیدیم اینم کاخ سلطنه رفتیم، کاخ سعدشون رفتیم، خیلی جای مختلفی رفتیم، باحال بود. و بگم دوباره دارم میگم حرفو بهتون، این ویدیو هیچ ادیتی نه، هیچ ادیتی نداره، هیچی، نه موزیکی، نه بالا گفتنی کاتی، نه اسکیپی، هیچی. اصلا شما هیچی تو این ویدیو نداریم، هیچی نداریم. و همین خواستم بگم که برای سلامتیتون خدا رو شکر کنید، سلامتی چیز کمی نیست. هر لحظه گفتم من یه روز عادی بودم، مدرسه می اومدم رفتم خونه، مسافرت بودم، برای مسافرت که نه، رفتم یه کاری انجام بدم، تصادف کردم و تمام. پس خدا رو شکر کنید، واقعا خدا رو شکر کنید. اگر ببخشید قبل از اینکه این اتفاق واسم برام بیفته چی بهش میکنم، نه نمازی، نه هیچ، عشق میکردم. ولی فهمیدم بعدش که نه، باید یه همچین چیزی باشه و آدم شدم. پس هیچ، تا یه اتفاقی، تا یه ویدئوی دیگه، خداحافظی رو طولانی نمی کنم، تا یه ویدئوی دیگه، خداحافظ.